اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران گرامی. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال و شاکرم. خب باعث سرافرازی و سربلندی برای بنده است که در این جلسه حضور پیدا کنم و با کمال میل دوست داشتم که باشم. من امروز صبح از سفر نجف اشرف و کربلای معلا برگشتم، حتی لباس هم فرصت نکردم عوض بکنم، یعنی با همین لباس هم اونجا بودم. اما وقتی فرمودن که یه همچین جلسه هست، من گفتم چشم با کمال میل علا عینی به قول عرب ها حضور پیدا میکنم. خب صحبت کردن در مورد بزرگوارانی از این دست کار سختیه، اما من باب اطاعت امر مصدع اوقاتتون میشم. موضوعی که اعلام فرمودن برای بنده این که صحبت بکنم، بیداری اسلامی با محوریت سوریه بود. چون خود بیداری اسلامی بسیار بحث مفصل و گسترده‌ایه، شاید 40-50 تا سخنرانی با موضوع بیداری اسلامی کرده باشم تو دانشگاه‌ها، اینجا هم جاش نیست. من واقعا بنابر اینه که روی همون محور سوریه خورده بحث بکنیم. ببینید، ماجرای سوریه رو نباید از یک بعد نگاه کرد و واقعا قضیه و پدیده ذوابعاده و فاکتورها و عناصر بسیاری در اون دخیلن و بسیاری از افراد که به اشتباه میفتن در مورد سوریه به خاطر اینکه فقط از یک جهت اون مسئله و این پدیده نگاه میکنن، به قولی هر کسی از ظن خود شد یار من، و این موجب خطا و برداشت غلط و در نتیجه اون به وجود آمدن پندارها و زعم اشتباه میشه و در نتیجه رفتار اشتباه. بالاخره وقتی ما یک فعل رو انجام میدیم، یک اکت، یک کنشی از ما سر میزنه، در نتیجه نحوه تفکر و اندیشیدن ماست. اگر شما میخواید یک فردی رفتار خاصی رو داشته باشه، نگرش او رو تغییر بدید، لاجرم او این کار رو انجام خواهد داد، چون رفتارها معلول نگرش هاست. خیلی واضحه. شاید ما باید نبرد سوریه رو قبل از اینکه از بعد کنش ها و اکت هایی که وجود داره بررسی بکنیم، از بعد نگرش هاش باید بررسی بکنیم، ببینیم چه نگرش هایی به وجود آمد که این اتفاق افتاد. من یه فلاش بک میزنم، برمیگردم به سال 2007 میلادی و مقاله یکی از تحلیلگران ارشد رژیم صهیونیستی. ایشون سال 2007 یه مقاله می نویسه، خیلی جالبه. من در زمانی که مسئول مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه، حالا به عنوان آسیای غربی و افریقای عربی، اینطور میگن نام خاورمیانه رو در واقع استفاده میکنیم، اونجا بودم. بحث بسیار مفصلی در مورد این فرد داشتیم، حالا در مورد نظریات ایشون. یک نظریه ایشون سال 2007 خیلی جالب بود. ایشون گفتش که ما سال 2006 در لبنان از مسلمانان شکست نخوردیم، ما در 2006 در جبهه روبرو از شیعیان شکست خوردیم، یعنی از حزب الله لبنان، و در جریان رسانه‌ای از کل مسلمانان شکست خوردیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی ما حزب الله می‌زدیم، مسلمان‌ها همه شیعه و سنی اومده بودن وسط دفاع می‌کردن. این چه بعدش عین جریان غزه که وقتی برادران بزرگوار اهل سنت ما به شهادت می‌رسیدن، اونجا فقط اهل سنت دفاع نکردن، بلکه شاید علمدار اصلی دفاع از غزه کی بود؟ ایران بود. یعنی این افتخاری است برای ما، دفاع از مظلوم. این سرلوحه آرمان‌های شکل‌گیری این کشور بوده. ایشون یه تحلیل عجیبی میده و خیلی جالب. ببینید، این یک راهبرد، یک ابر راهبرد، یه مستر پلن، یک نقشه بزرگی که بر طریق اون خیلی اتفاقات در واقع به وقوع میپیونده. خوب دقت کنید، ایشون میگه که دارم به این فکر میکنم آیا ممکن است در سالهای آتی ما و اهل سنت در یک سوی سنگر و شیعیان در دیگر سو قرار بگیرند. یعنی چی؟ یعنی ما باید کاری بکنیم در تریزی های خودمون که بتونیم این دعوا رو بکشونیم بین شیعه و سنی و حائل ما و شیعیان اهل سنت قرار بدیم.
خب این ما که خب قائل بر این هستیم و مطمئن هستیم که ما واقعا بارها بنده تو سخنرانی هم عرض کردم حساب کار برادران اهل سنت ما از وهابی ها و سلفی ها کاملا جدا میکنیم. این چیز واضحه، همونطور که حساب شیعیان رو از افراطیونی که در شیعه وجود داره و جریان های مثل حجتی و امثال هم باید جدا کرد. طبیعی منطقیه، چه بالاخره دانشگاهه و باید نگاه تحقیقی و صحیح نسبت به این مسئله وجود داشته باشه. تعصبات باید کنار بره، حقیقی باید دید. منتها جریان صهیونیسم بسیار بسیار دنبال این بود که دقیقا اهل سنت برابر با سلفی ها پنداشته بشن. خب میدونید اصلا وهابی ها اهل سنت رو هم مشرک میدونن. وهابیت گرایشی است که از شاخه حنبلی ها بیرون آمده. اصلا اینا جز فتاوای این هاست، من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم. کسی که حنبلی نباشه اصلا مسلمون نی، خواه شافعی باشه، مالکی باشه یا حنفی باشه، که نزدیک به 60-70% اهل سنت رو حنفی ها فقط تشکیل میدن. یعنی از نگاه اونا اینا کافرن، مسلمون لیس به مسلم، مسلمونی کافره. منتها اینجا صهیونیست ها برنامه رو چیدن با چه اصلی، با چه تنه درختی که از این شاخه هایی باید به وجود بیاد، با این عنوان که ما باید چیکار بکنیم. دقیقاً سلفیگری و سنیگری و اهل سنت بودن یکی پنداشته بشه. راهکارش چیه؟ دو بود. یک بود از سمت شیعیانه، یک بودم از سمت خودمونه. یعنی از این ما رسانه هایی رو به وجود میاریم که بیان بگن آقا ما این همه اشتراکات داریم، بین ما سلفی ها و وهابی ها این اشتراکات وجود داره، و اون طرف هم شیعیانی صهیونیست اسم شیعه بی خود، همونجور که اونجا هم سنی اسم سنی نیست واقعا. بیاریم چیکار بکنیم؟ بشورونیم و اینا گزک بدن دست ما. شبکه مثل شبکه فدک که متعلق به یاسر الحبیبه، ایشون اصلا مأموریت داره از سمت دستگاه امنیتی انگلیس، یک روحانی شیعه است. کارش چیه؟ ایشون توهین‌های بسیار آشکار به مقدسات اهل سنت بکنه و خودش رو نماینده شیعیان معرفی بکنه و در نتیجه اهل سنت و سلفی ها و وهابی ها در مقابل توهین واحد خودشون رو در یک جبهه ببینن. دقت فرمودید؟ در مقابل توهین واحد. بالاخره در مورد میدونید یاسر الحبیب کارش خودش و توهین بزرگی که کرد به جناب عایشه بود، خب، و از این طریق گفتن اینا اومدن کلی مانور دادن، گفتن ببین همه شیعه ها همینن، در حالی که مراجع تقلید ما فتوا دادن که توهین به مقدسات اهل سنت چیه؟ حرامه، حرامه. این دیگه کیه؟ نه پاپ کاتولیک تره یه همچه آدمی. حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودن لا تقولوا اخواننا اهل السنه، نگید برادران ما اهل السنه، قولوا انفسنا اهل السنه، بگیرید بگویید جان ما اهل سنت. یعنی اینجا اون عقلانیت مرجعیت شیعی وسط اومد عزیز دل من. مگه نمیدونید دیگه بعد از انفجار حرمین عسکریه توی عراق بلبشویی شد. عراقی ها میگفتن لا سنی بعد الیوم، ما بعد از امروز دیگه با سنی نمیخوام تو کشورمون. اکثریت جمعیت اهل سنتن، 67% جمعیت عراق سنی شیعه هستن، عذر میخوام شیعه هستن. ما بقی که میمانند هم سنی های کردن هم سنی های چی؟ عرب، که سنی های کرد، کرد بودن خودشون مهمتره براشون تا سنی بودنشون. یعنی اونها رو هم تازه باید حذف بکنید. یعنی یک بلبشوی میشد و یک کشتار عظیمی از اهل سنت میخواست شکل بگیره. در همون دو روز اولی بعد از تخریب حرمین عسکریان چند تا مسجد اهل سنت هم در بصره و بقیه نقاط دیگر عراق تخریب شد، که حضرت آیت الله سیستانی آمدن وسط و گفتن باش. الان واقعا اوضاع در عراق اصلا مساعد نیستش. هر خانواده عراقی رو شما میبینید یک داغی حداقل به دلشون نشسته از دست وهابی ها، و این باعث میشه کسایی که خوب جلوی اینا گارد بگیرن، جلوی اینا فوش بدن، جلوی یه خورده متاسفانه محبوبیت پیدا کنه. توی نجف وقتی شما خدمت شما عرض بشم، ولی من اسم خیابونش هم نمیدونم چیه، خب یکی از همین خیابونه که منتهی به حرم میشه، اون قسمتی که به این سایبون میرسه، به سایبون های نزدیک حرم هست، توی اون خیابون همین شبکه اهل بیت که متعلق به این روحانی اصالتا افغانی است، آیه الله یاری، من اونجا پرسیدم ماهی 9 میلیون دینار عراقی که ضرب در 3 کنید میشه پول ایرانی به تومن،
سنه 27 27 میلیون تومان فقط اجاره اون مغازه بود که اونجا اون دفتر زده بود. شماره تلفنش هم زده بود زیر بنرش، من جو وایسادم نگاه کردم. شماره تلفنش زده بود 201. با کد 201 شما باید زنگ بزنید بهش. و اومده حالا چیکار کرده؟ داره به زبان فارسی توهین میکنه به اهلش. خب حالا این نکته اینجا وجود داره. ببینید این آتش گرفت و این شعله گرفت. من اینو باید ببرم در کجا نشون بدم به شما؟ در شامات، علل خصوص سوریه، علل خصوص سوریه. و الا این فتنه قرار هم در کل شامات باشه هم عراق، منتها به خاطر عقلانیتی که علمای شیعه از خودشون نشون دادن در عراق این اتفاق، یعنی با مظلومیت شیعه تا الان پیش رفته. یعنی شیعه کشته میشه اما نمیکشه، اصلا نمیتونه 20 نفر 30 نفر یه جا جمع بشه که یه وهابی احمق میاد میره وسطشون خودشو منتفجر میکنه، نمیتونن جمع بشه. به هر وسیله‌ای دارن دستاویز به قول قرار میدن، هر وسیله، حتی از افراد عقب مونده ذهنی دارن استفاده میکنن. اینا ریموت، در واقع ریموت داره اینا میبندن، اینو میگن برو تو اون جمع، دارن شکلات میدن، شیرینی میدن، فلان میدن، میره تو جمع، هر کسی شک نمیکنه، میگن داره بعد منفجرش میکنن. فیلمی هست توی شبکه‌ها پخش شده، توی شبکه‌های اینترنتی هست، میتونید پیدا کنید که گریه داره میکنه طرف، میگه من نمیخوام بمیرم، من شستش مغزش میدن، میگن نه تو باید بری، ما پول به خانواده‌ات میدیم، تو با پیامبر حتما نهار تو با پیامبر میخوای بخوری، این عشق میریزه، یعنی الان کشته بشی نهار با پیامبری. خب اینا میفرستن جلو. حالا میخوام یه نکته رو عرض بکنم، روانشناسانه به این از این بعد نگاه بکنید دوستان. در فیلمایی که داره پخش میشه از جنایاتی که در سوریه داره صورت میگیره، فیلمایی پخش میشه که از اون بعد دو نتیجه گرفت. اولا ویژگی این فیلم چیه؟ این که خیلی روه. بفهمید چی میگم؟ یه نفر مثلا سینه یه نفر رو بدره و قلبش رو در بیاره جلوی دوربین گاز بزنه. یه نفر فیلمی رو پخش بکنه یه دختر 3 ساله رو ببنده به نرده‌ها، جلوی چشمش پدر و مادرش رو سر ببره، بشین جلوی چشم بچه، و بچه همینجور گریه میکنه، هست تو اینترنت هست، بچه همینجور زار زار اشک بریزه، بعد خود بچه رو سر ببرن. ببینید وقتی یه همچین فیلمی پخش میشه از دو بعد باید دید. یک، حد اقلت دو بعد. یک، این که این نوع فیلم ها یک خواستگاه اجتماعی پیدا کرده. متوجه شدید؟ یعنی بعضی ها هستن این فیلم رو نگاه میکنن چی میشن؟ خوششون میاد. بعد دیگر اینه که چنان انزجار این فیلم به وجود میاره که هیچگاه دیگه شما تا 50 سال دیگه هم نمیتونید سنی و غیر سنی رو توی سوریه کنار هم دیگه چیکار بکنید؟ قرار بدید. فکر به همین سادگی از حافظه تاریخی مردم پاک میشه؟ فکر میکنید الان مثلا علوی های سوریه و اهل سنت سوریه میتونن راحت دوباره کنار همدیگه زندگی کنن؟ آخه حقیقی صحبت کنیم، میدانی صحبت بکنیم. اینا چیزایی دیدن که مطلقا بگه من دیگه نمیتونم با این زندگی بکنم. همونطور که عراقی میگه من دیگه نمیتونم، این اومده حرم امامای منو خراب کرده، با اینا چی کار داشت؟ اونجا مراجع اومده گفتن نه اینا وهابی بودن، اینا سنی نبودن، قاطی نکن. همون حرفی که امروز باید زده بشه، این ما اینا سلفی، اینا وهابی، اینا سنی نیستن ولو اشتراکات دارن. بله اشتراکاتش ممکنه زیادم باشه توی وقتی از مسائل فقهیشون، اما تو خیلی از اصول با هم در تضاد کاملن، که از نگاه وهابی ها اینها مشرک و کافر تلقی میشن اهل سنت. ما سال هاست تو همین کشور خودمون شیعه و سنی که هم دیگه زندگی میکنن، کجا دعوا به وجود اومده؟ کجا کشته کشته به وجود اومده؟ اسما حسن حسین میان، مگه سنی میشه خب به اهل بیت نداشته باشه؟ جواب پیامبر میخواد چه جوری بده؟ اصلا امکان نداره. من خیلی از دوستان خودم اهل سنت هستن، باور کنید روی سمت آذربایجان غربی دیگه از شوت و چالدوران اون سمت برید بگیرید اهل سنت شروع میشن، سنی شافعی هم هستن. من میرفتم یه هفته هفته اونجا میموندم. این چیزی بود که وجود داشت، عزاداری برای اهل بیت. اما وهابیت این نیست. وهابیت الان فعلا داره پوسته اهل سنت استفاده میکنه تا بتونه اون جنین و نطفه نامشروع خودش رو رشد بده، و روزی پوسته اهل سنت رو هم خواهد درید، شک نکنید.
الان با این عنوان که شیعه دشمن مشترک است یا دور هم جمع شویم. چرا شیعه دشمن مشترک است؟ ببین چه فحشایی میده. فرض بکنید شیعه میکشت چی میشد؟ ببین چه فحشایی میدهد و میکشد. چند روز پشت سر هم چند تا از این تروریستایی که در داخل کشور خودمون بخاطر قاچاق مواد مخدر که اینا عمدتاً گرایشات وهابی و سلفی دارن، میدونید اینا فتوا دادن به اینا که آقا قاچاق مواد مخدر علیه شیعیان مانعی ندارد، شرعی است، پول در بیارید بچه اینا رو به خاک سیاه بنشونید. توی کشور خودمون نگاه های سلفی و وهابی دارن مثل ریگی ملعون. آقا اینا می‌خواستن اعدام کنن. چه موج رسانه‌ای عظیم اینا درست کردن که آوی دارن جوانای اهل سنت رو می‌کشن. کجای اهل سنت اجازه داده که، کجای این دین، کجای سنت پیغمبر اجازه میده تو مسلمانو به اعتیاد آلوده بکنی؟ اگر یه پیغمبری همچین اجازه بده، اون پیغمبری رو پیغمبری قبول ندارم. نخیر، بعد تفکرات افراطی این سلفی‌ها و وهابی‌ها همچین چیزی رو می‌خواد. یعنی دو تا جریان افراطی درست کردن، این به اون فوش میده، این به این فوش میده، از تو دل این دعوای در میگیره، تر و خوش با هم می‌سوزن. و ببینید تو دل بیداری اسلامی دور اسرائیل رو چیا گرفته بود، کشورهای گرفته بودن. ما رو یه مدت بود محکوم کرد خدا لعنتش کنه هر کسی که بنیانگذار این مطلب بود. خب محکوم کردن که آقا تو بیداری اسلامی رو قبول نداری. به دو دلیل میگفتن. یکی اینکه یه سخنرانی که بنده سال 2009 کرده بودم، خیلی جالب بود، یعنی اصلا کلا بیداری اسلامی بگید نبود، تو اونجا پیشبینی کردم کشورم میرزه بهم، یعنی بجه که ببین دست درد نکنه، اینقدر سخنرانی بروز بود، فکر بعدی بیداری اسلامی سخنرانی کردم، متوجه؟ یعنی دو سال بعدش اینقدر بروز بود، اینا فکر کردن بعدش بوده. قشنگ گفتم، گفتم لیبی میرزه بهم، تونس میرزه بهم، سوریه میرزه بهم، عراق میرزه بهم، اینا دونه دونه اسپردن. یه الجزایر ما گفتیم که الجزایر بهم نریخت، قاضی الجزایر رو بهتر گفت. نکته دوم این که من هیچ کار نمام یا خودم 45 تا سخنرانی در مورد بیداری اسلامی کردم. برید پیدا کن تو اینترنت کجا همه سخنرانی تو اینترنت هست، کجا همچین چیزی شما می‌بینید. اما یه نکته رو میگفتم، گفتم مراقب باشید بیداری اسلامی را منحرف نکنه، اینا آدم دارن، این حرف غیر منطقیه، اینا بنی صدر دارن، اینا نفوذیاشونو کاشتن. در مصر اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ بیداری اسلامی منجر به درگیری مصریون با هم شد، شد یا نشد؟ در تونس امثال الغنوشی نیومدند بعد از اون هواپیمای ایرانی، از هواپیما که اومد پایین گفتش که ما قطعا الگوی ترکیه را انتخاب خواهیم کرد. خب چرا این اتفاق افتاد؟ اینجا یک موتور محرک پشت جریان داره کار پیش میبره، اون که اونم اسرائیله، رژیم صهیونیستی. چی کار کرد؟ دید دور تا دورش مسلمان ها دارن میجوشن، قلقل میکنن، یه اقیانوسی از مسلمان‌ها به خشم اومدن و در نفرت نسبت به اسرائیل هیچ تردیدی بگید وجود نداره. یعنی اگر شما میخواد تو جهان اسلام محبوبیت پیدا بکنید، زد اسرائیل خودتون نشون بدید. اصلا محبوب ترین چهره جهان اسلام کی بود؟ سیدنا نصرالله. بعدش کی بود؟ خدمت شما از خالد مشعل بود که مدت شد اسماعیل هنیه، و بعدش هم احمدی نژاد بود. سه ویژگی که این سه نفر داشتن، یعنی ویژگی مشترک این سه نفر داشتن، ضد صهیونیست بودن اصلا. یعنی اونا با شیعه و سنی و گرایش سیاسی و چپ و راست و بالا و پایین اینجوری اصلا کاری مردم ندارن. در ضدیت نسبت به اسرائیل یک اتحاد وجود داره. اگر هم شما میرید رهبری بارها توی مناقشه هایی که وجود داره هی میگه اسرائیل اسرائیل اسرائیل، یعنی چی؟ این عامل وحدته، یعنی بسیار دقیق و هوشمندانه است این نکته. اومدن اردوغان رو چیکار کردن؟ یه آدم ضد صهیونیست نشون دادن. این کار کردن یا نکردن؟ اون جلسه بود که با شیمون پرز داشت، گفت شما قاتل کودکان هستید فلان. وقتی اردوغان برگشت چطور مورد استقبال مردم ترکیه قرار گرفت؟ خیلی واضحه، یعنی من از این روش استفاده می‌کنم. حالا گفت آقا ببین من دور تا دورم چه کشورایی ریخته. اردن رو باید افسارش رو نگه دارم که این از دست نره. اردن از دست بره میدونید دیگه، به لحاظ ژئوپلیتیک و موقعیت سوق الجیشی که اردن داره برای رژیم صهیونیستی، اسرائیل یک کشور دراز و لاغره، دراز و باریک، تو کمترین عرض به 14 تا 17 کیلومتر میرسه، یعنی مضحکه، یعنی حالشو میده خیلی تو دریای مدیترانه. ضلع شرقی فلسطین کجاست؟ اردنه. یعنی شمال جنوبی، چون این شمال جنوبی 150 مایله، خب این زیاد میشه، سخت، بلندی های جولان داره، پایین صحرای سیناست،
یعنی به این سادگی ها نیستش. اما شرقی غربی خیلی خوب راحت میشه بهش حمله کرد، منتها غربش دریاست، از شرق خیلی خوب میشه. بخاطر همین اردن خوب نگه داشته، گفت من اردن رو نگه میدارم، سوریه و مصر و لبنان رو میریزم به هم، ماجرا حل. ببینید این کار انجام شد یا نشد. حالا میبینیم که عجب اون جناب آقای تحلیلگر چقدر قشنگ گفت، برای خودشون از نگاه خودشون قشنگ گفت و این تبدیل شد به یک راهبرد، به یک نقشه راهبردی و عیناً اون اجرا شد. چی شد؟ گفتن ما باید اختلاف بین شیعه و سنی بندازیم. ببینید دولت سوریه اصلا نه شیعه اصلا سنیه، لایکه. حزب اونجا نه اونجا نه شیعه حاکمه نه سنی. اینا متوجه نیستن بعضی، خیلی این واضحه. در اونجا حزب بعث حاکمه، اصلا وزیر امور خارجهشون سنی بود، تو وزراشون مسیحی دارن، تو وزراشون مسیحی دارن. اصلا زن بشار اسد و شما خانم بشار اسد سرلخته، اینا لایکن. اما اینجا اومدن گفتن چیکار کنیم، ما باید به یه بهانه اهل سنت رو بکشیم بیان اینجا جمع بشن و بر ما نقش ایفا کنن. بهترین راهکار اینه که گشتن دیدن اول شیعیان رو بگن، دیدن شیعیان در سوریه جمعیتشون خیلی کمه، نزدیک 2%. شیعیان در سوریه خیلی کم بگن، دو تا شهر نبول و از زهرا که محاصره این سلفی و وهابی هست، خیلی اوضاع بد و بیریختی داره واقعا اونجا، یعنی مواد غذایی دارویی هیچی نمیرسه اونجا، دور تا دورشون رو گرفته و دارن اونها خودشون برای حمله آخر آماده میکنن که یک قتل عام وسیع از شیعیان بکنن. اونها شیعه هست معشریت. بعد و اگر بتونن اون نبول و از زهرا رو بگیرن، میتونن از پشت خودشون رو بچسبونن به ترکیه و اون منطقه رو کامل جدا کنن، یعنی یک کشور آزاد سوریه بره اونجا یک کشور بشه، بعد بتونه حمله کنه. به خاطر همین الان ارتش سوریه دقیقا میخواد این محاصره رو بشکنه و میخواد این حلقه شکل نگیره. این مهمه. خب دیدم با شیعیان نمیشه، گفتن چیکار کنیم، گفتن بیایم علوی ها رو. و علوی ها این کسایی که این تحت تأثیر رسانه ها قرار میگن مستحضر نیستن. مثلا علوی ها یک رفتار عجیب غریبی، مثلا لایسیتی از نگرش اینها میباره، بسیار بسیار به لحاظ عقیدتی شبیه به مرجعه. بیان دلت پاک بشه، همین آنتالیا جنوب ترکیه و اون همه علوی نشینه، اینها ایتام اهل بیتن. یعنی چی؟ یعنی مدت تو همون کوها بودن، فاصله افتاد از مرجعیت، فاصله پیدا کردن، کسی نبود احکامشون رو بهشون بگه، آروم 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 فاصله گرفتن، یه هفته میشه نماز رو تعطیل کردن، روزه رو تعطیل کردن، یعنی از شریعت چیکار کردن؟ فاصله گرفتن. حتی من یه چیزی واقعا اینا نمیشدم بگم، از بس نگفتیم این اتفاق افتاد، بس که تلویزیونمون نگفت. بابا یه جاهای علمای ما یک دین علما به سنی رو نجس بدونه، مطلقا همچین چیزی نداریم. ما علمای شیعه فتوا دادن ممکن پشت سر سنی نماز بخونیم، اما برخی از علمای شیعه علوی‌ها رو نجس میدونن. فهمید چی میگم؟ یعنی یک جای ما به اهل سنت نزدیکتریم تا به علوی‌ها، مخصوصا اون نصیری‌ها رو که اصلا ما نجس میدونیم، رسما ما نصیری‌ها رو نجس میدونیم که یک شاخه از علویونن، چون غلوف کردن در حق امام هادی و امیرالمومنین. شیعه ببینید، من نگاه شیعه رو براتون میگم توی جمله 30 ثانیه‌ای. شیعه میگه حق اهل بیت رو آنطور که هست ادا کنید، اینان نه خدایند، یعنی به همان خطایی که مسیحی‌ها رفتن، و نه این برخوردی که باهاشون شد حقشون کنار زده شد. ما اینان رو بر مبنای روایت پیامبر که تو کتب معتبر شیعه و سنی هست، انی تارکو فیکم و ثقلین کتاب الله اطرتی اهل بیتی، انی تارکو اینو در مسند احمد ابن حنبله، انی تارکو فیکم خلیفته، من دوتا خلیفه بین شما میذارم، کتاب الله اطرتی. ما میگم بسم الله کتاب الله که هست، منطق کتاب الله لال عزیز دل من، کتاب خدا زبان نداره که تو بخونیش یه جور حرف میزنه، تو شما بخونی یه جور دیگه حرف میزنه. من میگم ید الله فوق ایدیم، یعنی دست خدا بالا همه دستاست، یعنی قدرتش هست. او وهابی میخونه بی خود دست داره، تویی که به زبان در میاری. فلذا در ماجرای حکمیت صفین تو باید به کی نگاه کنی؟ به قرآنی که میتونه حرف بزنه. کدام قرآنه؟ قرآن ناطقه. ما دعوام سر اینه قرآن کی باید تفسیر بکنه؟
بله کسا که کنار پیامبر بودن واضح. ما میگیم اهل بیت، برادران اهل سنت هم میگن بقیه صحابه هم نقش دارن، همینه. یعنی دعوا سر قرآنه نیست مطلقا، قرآن هم یا قرآن شوسانه من فرق داره، اون قرآنی که دارین مسجد شماست بیارین همش عثمان طاهر چاپ عربستان خط عربستان سعودی. دعوا و بحث و اون بحث علمی سر چیه؟ سر اینه که آها نگاه شما به قرآن چیست؟ ما میگیم اون نگاهی که پیامبر خودش گفت از اهل بیت بگیرید. و منم اون دنیا نباید بیام برای اهل سنت جواب بدم، نه اهل سنت هم میاد برای من جواب بده، او باید خودش بگه. یا قطعا اون دنیا میاره این حدیث رو جلو چشمون دیگه، یا احادیثی که اگه از صحابه باشه میاره جلو چشمون، میاره آقا چرا گذاشتی کنار. سر همین بحث تمام شد رفت. یک نفر از اهل سنت قائل بر این نیستش که آقا مثلا میگه ما برخ شیعه همه صحابه رو قبول نداره، میگه برخ از صحابه خوب عمل کردن، برخ چی؟ بد عمل کردن. ما علما اون کتاب نوشتن 80 نفر از صحابه رو اسم آوردن که اینا سم ام و تا عطا ما مخلصشون هستیم به تخم چشم ما جادرن. نظرش اینه که صحابه به ماهو و صحابه دلیل بر خوب بودن نیست، بعد عمل کردشو ببینیم. نظر برادران اهل سنت رو میگن، نمیگن، اونا نمیگن صحابه خطا نمیکنه، اگه این بشه که میشن معصوم که. اونا میگن صحابه نیتشون بد نبوده، اگرم خطایی بوده اجتهاد کرده اشتباه کرده، نمیدونسته نیت بد نداشته. یعنی این باید اگه بخواد بحثی باشه سر اینه، ما میگیم که نه یه جای برخی بودن این مقصرانه این کار کردن میدونستن، ایشون میگه نه تمام شد رفت. تو اون دنیا نه من جواب او رو میدم نه اون جواب من رو میده، بقولیم نه ما رو تو گروه میزن نه او رو تو گروه ما میزن. بس در همین حد این هم میشه بحث کرد، میشه علمی صحبت کرد. آقا چیو قبول داری؟ قرآن قبول داری؟ بسم الله. دیگه چیو قبول داری؟ من تو کتاب خودم صحاح سته رو اگه از حدیث بیاری یا صحیح باشه سندش من، منم میگم آقا تو هم تو از شیعه با سند صحیح بیاری منم قبول میکنم، بیا بسم الله بشین بحث صحبت کن. تماشا این صحبت دوستانه است، اما اونجا میشه که به توهین و به فحش و فلان میکشه و اینا همین کارو کردن. سوریه ریخ به هم با همین عنصر و این ادامه داره برادر بزرگوار من، این ادامه داره برای عراق، ادامه داره برای ایران هم ادامه داره. این شبکه کلمه شبکه وصال برای این زده نشدن. و برادران اهل سنت من اگر اینجا هستید میشنوید و بعدا فیلم رو خواهید دید، نگذارید شما رو با وهابیت پیوند زدن بزنن که محکوم به نابودی میشوید، چون تفکر وهابیت تفکر جموده و جمود باقی نیست. واضحه کجای دنیا فکر یه نفر که راحت سر ببره رو میپذیرن. خود اروپایی ها جلوی امریکا ایستادن گفتن اینا رو چی ازشون داری حمایت میکنی؟ یک کسی مثل گرداننده و مجری شبکه جی بی که این آدم صهیونیستی که دومی نداره اومد گفت آی دولت آمریکا چی کار داری میکنی؟ مالیات های ما رو خرج کسایی میکنی که قلب آدم رو در آوردن داره میخورن. داد او هم در اومد. باید مراقب باشیم، دشمن میاد از حب و بغض ما سوء استفاده میکنه. از اون بغضه به وجود اومده میگم که تو عراق الان هر کسی یه شهیدی داده تو این انفجارا، هر کسی یه شهید داده، پسر عموشه، پسر داییشه، پدرشه، برادرشه. همین برادر بزرگوارم که تشریف آوردن، برادر بزرگوار شهید، فهمیدن هم پدرم شهید هم برادرم شهیده. و این بغضه وجود داره. آقا بیدیم نشان تا فوش بدیم دلمون خنکشه، میاد سوء استفاده میکنه از بغض، سوء استفاده میکنه از حب. یه فردی در عشایر بختیاری اومد ادعا کرد از جاسوسای انگلیس بود، 5 سال اومد اونجا چوپونی کرد، زبان بختیاری رو یاد گرفت، خوشو سید جا زد، معروف شد به سید جیکاک. جیکاک اسم انگلیسی، سیدش اومد پیش بندش آسید جیکاک به قولی ما موسیقی. اومد آقا مینه چیکار میکرد؟ یه شعار انداخت بین این محبان امیرالمومنین در عشایر بختیاری، هر که مهر علی من دلسه، هر که مهر علی تو دلشه، صنعت ملی نفسی چه نسن؟ صنعت ملی نفت میخواد چیکار؟ اینا با چوب میچرخیدن، هر کی بهش میگفتن آقا صنعت ملی نفت رو قبول داری یا نه، میگفت نه، با چوب میزدن باباشو در میوردن. معروف شدن به طلوعی ها، یه فرقه ساخت اونجا. یه کارایی هم میکرد، ستیق بود ریششو میزد، ریش مصنوعی داشت بلند مشکی خوشگل، مردم گفتن کرامات اینه که ما صبح سر صبح دیدیمش کامل بدون ریش، تا زور کامل ریشش در اومد. اساس خازن داشت، اون موقع برقی نبود، چیزی نبود اون موقع اونجا. خب اساس خازن داشت، الکتریسیته ذخیره میکرد میزد به ملت، با اساس میزد میگفت جدم گرفته. می
میگن از اون حبی که وجود داره سوء استفاده میکنه، از اون بغضی که وجود داره سوء استفاده میکنه. برادر عزیز من، حب و بغضت را کنترل کن، همچون کی؟ همچون علی ابن ابی طالب. 25 سال میشینه برای اسلام، فکر میکنید او حب نداره، او بغض نداره؟ حضرت هارون آیه قرآن بیارم که دیگه هیچ کی توش حرف نداشته باشه. حضرت موسی اومد خیر حضرت هارون رو گرفت، دعاشو گفت چی کاره بودی تو اینا این گمراهی کشیده شدن؟ دیگه 600 700 هزار نفر همه بت پرست شدن جز 12 هزار نفر که با هارون بودن. چقدر جمعیت میشه؟ اومد خیرش رو گرفت، گفت چی کاره بودی؟ جرو الی کشیدش جلو، تو تفاصیل داریم بلندش که کوبیدش زمین. آیا حضرت موسی نمیدونه حضرت هارون پیامبر معصوم هیچ اشتباهی نکرده؟ قطعا میدونه. میخواست حساب کار دست اونوریا بیاد. دیدید بچه‌ها شلوغ میکنن سر زور تو کوچه دارن بازی میکنن، میرید بچه خود یکی میزنه تخت کلش، بقیه همه در میرن. یعنی بچه خوش اینجوری زد دیگه حساب ما خدا. بعد اونا به خودشون گفتن هارون که اصلا گفت نپرستید. هارون که گفت یا قوم اتبعونی و اطیع امری ان ربکم الرحمن، بیاید اطاعت کنید از امر من، اشتباه میکنید. و موسی نگفت هارون اخلفنی فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین، بدن من حمایت بکنید، آی اشتباه کردید. گفتن اینو اینجوری زد اگه بفهمه که ما بودیم که بیچارمون کن. حالا سوال اینجا جواب حضرت هارون چیه؟ انی خشیت، ترسیدم ان تقول، که خود تو موسی پاشی بیای بگی فرقت بین بنی اسرائیل، تفرقه افتاد بین چی؟ بنی اسرائیل، استخوان در گلو، خار در چشم نشستم. یا علی، مسئله تو برای من همچون مسئله هارون است برای موسی. که اینو هم در صحیح بخاری داریم، هم در صحیح مسلم داریم، کتب برادران اهل سنت. خب این دقت بکنیم عزیزان دوم. آقا از نه من الان باید بشم اینا، یه خورده مراقبت کنیم. برخی از این منبری ها هستن، اساتید دانشگاه هستن، بالاخره تریبونی دارن، مداح آقا یه حرفایی میزنن، اینا مورد سوء استفاده قرار میگیرن. بهتون بگم، برنامه اینا اینه که اواخر 93 فتنه وهابیت و سلفیگری رو داخل ایران هم بکشن. و بهتون بگم رک راست رو در جنازه ها و کشته هایی که در قصیر پیدا شد ایرانی هم بوده، از ایران رفته بوده اونجا به جنگه، نه جبهه این ورا، جبهه اون طرفی ها، جبهه سلفی ها. نمیتونه از ایرانی ها اینجوری بیان، نه ما ایرانی ها کلن تافته جدا بافته هستم، شر برا چه ریگی من ایرانی نبود. حالا فکر میکنید یه نفر عرصه جهاد براش تو همین کشور خودش فراهم باشه، بیکار پاشه بره سوریه؟ همین چند روز پیش بود فرمانده سپاه یه مصاحبه کرد، گفت نه تا الان چندین حمله انتحاری خونسا شده. خب یعنی برنامه‌شو اینو بکشن. چرا؟ چون اون که پشت محور مقاومت ایستاده ایرانه. اگه ایران درگیر خودش بشه دیگه نمیرسه. دیگه شما فکر کن تو خونه‌ت هر روز دعوا داری، میره مشکلات همسایه‌تون رو برطرف بکنی. ماجرای سوریه اینه، ماجرای سوریه دفاع ایران از یک حکومت علوی والله نیست. کما اینکه گفتم نظر فقهامون، ما جمهوری اسلامی هستیم، ما بر مبنای نظر فقها اداره میشیم، ما رهبرمون رو فقها انتخاب میکنن و خبرگان انتخاب میکنن. مگر میشه به جمهوری اسلامی باشی مثلا بری یه لایک، اگه کسی که اصلا بزن لحاظ فقهی باش مشکل داری دفاع بکنی؟ نه، ما از مقاومت دفاع میکنیم. ما میدونیم سوریه بهانه است. مگه موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل نگفت؟ گفت ما 2006 رفتیم موچ حزب الله، موچ ایران، حزب الله لبنان که زیر گلمون بود و بشکنیم، قطع کنیم، هر کاری کردیم نتونستیم، چون بازوی ایران سوریه خون رسانی میکرد. این بار سوریه بازو رو اول قطع میکنیم. یعنی از 2 سال 3 سال قبل منتظر حمله به سوریه میبودیم.